հրապարակ կորեն մեր կանգնեցիկ նախատինքն ու հալածանքները կրողների կողքին։ Անապարա, Իսուսը բոտասխանեց նրա, ես եմ ճանապարհը, եւ նա բավական է մեզ, Իսուսը բոտասխանեց, այս բան ժամանակ ձեզ հետ եմ, եթե չեք ճանաչեց ինձ, եւ Հայրս ինձ, այս խոսքեր, որ ես ասում եմ ձեզ, ինքս ինձանից չեմ ասում, այն Հայրը, որ բնակում է իմ մեջ, ես խաղաղություն քով դուր մեզ է։ Սրկով ու ասպածածնին և ովանում գարամերին և սրկույն Ստեպանոսի նախատ հգային ես խաղաղություն կով դուր մեզ դեղ դահե سوم هزاره سوم در حالی آغاز شد که جهان روزهای دشواری را سپری می‌کند. از فایش خشونت ها و تنش های بین المللی ادامه نسل کشی ها نقص تعهدات و کنوانسیون های بین المللی تنها بخشی از عدم اتحادی است که در این دهکده نچندان بزرگ بین المللی است. با خواندن دقیقه تاریخ و دستاوردهای محققی باید اعلام کرد که عجیب نیست ترک های جوان که در سال 1908 میلادی با شعارهای دموکراتیک در رأس امور قرار گرفتند، برای پنهان کردن امیال شیطانی خود بحث دموکراسی برابری ساکنان امپراتوری و مشروطه را بنا نهادند. آنها ادامه سیاستهای به ظاهر موفق نژادپرستانه پیشینیان خود را اثر گرفته و این بار با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و البته با سازماندهی بهتر و بهره جستن از جنگ جهانی اول ماهیت پدید خود را آشکار کرده و به نیاز جنایتکارانه خود جامعه عمل رسانده. این شروطهای مردم از آنجا بکنید. دوچار این جنایت شده نبودن. جامعه و ملت ارمنی خودش روان خودش در کشورهای مختلفی که به مهاجرت اجباری دوچار شده است در طول این 106 سال هر ساله به صورت مستمر در واقع بزرگداشت این نسل‌کشی را به جا آورده. امروز ما در واقع شاهد این هستیم که جنایت‌های مشابهی در طول این قرن اخیر اتفاق افتاده. نمونه های بارز آن در واقع جنایت علیه مردم فلسطین، نسل‌کشی قوم، از بین بردن اقوام، رواندا به صورت مشخص و اقوام دیگری است که عنوان شد. امروز ما در واقع به عنوان آخرین اتفاقی که در همین چند ماه اخیر شاهد آن بودیم، اتفاقات و جنایت هایی بود که در منطقه قفقاز جنوبی اتفاق افتاد. و مطمئنا روزی خواهد رسید که نه تنها ملت ارمنی، تمام ملت های مظلوم دنیا به حق قانونی و عدالت خودشون خواهند رسید. هر سال این مراسم در بیش از یک روز به طول می انجامید و در واقع مراسم در واقع بسیار مفصلتر و پرمحتواتر میتونست برگزار شود. روز دادخواهی به زودی فرا خواهد رسید و ما احتیاجی به بزرگداشت نخواهیم داشت، بلکه حق خودمون را خواهیم داشت. Oh,
آوریل پسانتو 24 آوریل به عنوان یادبود نسل‌کشی ارامنه یکی از بزرگترین یادواره‌های برای ملت ارمنی است. ولی متاسفانه بیماری کووید 19 هنوز هم داره به جهان فشار میاره و قوانین خاص خودش رو به ما تحمیل میکنه. به همین دلیل امروز ما به جای مراسم عمومی با حضور تنها تعداد قلیلی از نمایندگان خلیفه‌گری و روحانیون این مراسم رو برگزار کردیم. امروز وظیفه ملی و وظیفه مذهبی ما هست که در واقع دادخواهی مردمی رو که مورد ظلم نسل‌کشی قرار گرفتن رو به گوش جهانیان برسه. هر دادخواهی دو مرحله داره. مرحله اول اینه که با همه جهان رو با این مسئله آشنا بکنیم. اگر مسئله مورد شناسایی جهانیان قرار نگیره مورد توجهشون هم قرار نخواهد گرفت. و مرحله دوم محکوم کردن این جنایت و دادخواهی از اون هستش. این هدف مردم ما بوده و تا آخر این مسئله رو دنبال خواهیم. Gracias.